با نام خدا و بارز سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز شنبه 15 ماه دلو سال 1397 هجری خورشیدی در آغاز در خط چند خبر. انتقاد عبدالله عبدالله شرکت شمار سیاستگران در نشست مسکو. این فقط کمک به این خواهد کرد که طالبایی که بدون از اون لجوجی هستن و با لجاجت برخورد کردن در برابر سرنوشت مردم افغانستان. تاکید جمهور آمریکا بر حفظ استخبارات این کشور در افغانستان. ما باید از این جنگ پایان ناپذیر بیرون شویم و سربازانمان را به کشور برگردانیم. اما این به این معنا نیست که نظارت نخواهیم داشت. ما نظارت خود را از راه های استخباراتی خواهیم کرد. مهم شدن معاونان کمیسیون های انتخاباتی و فساد است و یکی از نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان. مکمل نتیجه نیایی را ملغا قرار دادن، بجاش نتیجه پیری را. حالا ما کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات اردش ظلم کردن. برپای گرده همایی ها برای پشتیبانی جنبش حفاظت از پشتون ها در کابل و شمار از ولایت‌های دیگر کشور. و تعهد دونالد ترامپ برای نگهداری شمار از نیروهای آمریکایی در عراق. شجاع زاکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. عبدالله عبدالله در واکنش به برگزاری نشست مسکو میگوید که اگر در گفتگوها با طالبان محوریت دولت نادیده گرفته شود، طالبان لجوجتر خواهند شد و از اختلاف ها میان سیاستگران کشور بیشتر سود خواهند بود. عبدالله عبدالله میافزاید که یکی از کشورهای منطقه میخواهد که افغانستان دارای یک نظام مزدور باشد و این برای مردم افغانستان پذیرفتنی نیست. وی بدین باور است که برخوردها با روند صلح در کشور نباید شخصی باشند و در این راستا به یک اجماع ملی نیاز است. تمیم حمید گزارش می‌دهد. رئیس اجرائیه به روز دوشنبه در نشست با خبرنگاران اساسی ترین مانع را فرارای سال در کشور با فشاری طالبان بر حاضر نشدن به گفتگو با دولت و نمایندگان مردم افغانستان می‌داند. عبدالله عبدالله در واکنش به نشست مسکو و حضور چهره‌های شناخته شده کشور در این نشست تلاش‌ها را برای تامین سال در کشور حق همه شهروندان افغانستان می‌گوید. اما تاکید می‌ورزد که در این راستا باید شخصی برخورد نشود. اگر ما بنابر هر دلیل، بنابر شکایت‌هایی که داریم، بنابر کمبودی‌هایی که وجود دارد، بنابر اعتراضات و انتقاداتی که داریم، محوریت دولت را نادیده بگیریم، این فقط کمک به این خواهد کرد که طالبایی که بدون از او لجوج هستند و با لجاجت برخورد کردن در برابر سرنوشت مردم افغانستان بیشتر لجوج میشه، بیشتر لجوجانه برخورد. در همین حال رئیس اجرائیه به پرسش‌های میپردازد که درباره چگونگی گفتگوهای سال میان واشنگتن و طالبان مطرح هستند و نیز به گونه ای گزارش‌ها را درباره مسائل چون ایجاد حکومت موقت در کشور رد میکند. یکی از شخصیت‌های ما که در مورد حکومت موقت صحبت میکنه و کوشش‌های را برای انداخته و گاهی از طریق لوی جرگه یا از طریق جرگه یا از طریق بحثای در این مورد صحبت میکنه، او فکر میکنه متاسفانه که اگر حکومت موقت شد اما حکومت موقت سابقه میباشه، حداقل رأسش هم اتون میباشه. آنچه که تلاش‌های داخلی و بیرونی برای ضربه زدن به دستاوردهای نزدیک به دو دهه اخیر در افغانستان دانسته می‌شود، نیز از مسائل است که هم رئیس اجرائیه و هم رئیس جمهور غنی در نشست‌های جداگانه در همین روز از آنها سخن می‌گویند. و هر چوک چه فکر کهی چه سوله با پده قیمت راسی چه خدای ناکده در افغانستان ملی زواکونو تا صدمه و رسی زورتا هم پزغر دوائم چه تر چه اما په وجود کې یو وخت را وینه ده زبه د افغانستان ملي ځواکونه ساتم او پالمه به یکی از کشورهای منطقه
فکر میکنه که در افغانستان یا نظام مظلوم یا نظام ضعیف باید وجود داشته باشه. و یک مشکل است که تا به حال ما برای زورای حل پیدا کرده نتانستیم و فراتر از امون توانایی ما بوده که برای ما رای حل پیدا کنیم، چون شرطی که وجود دارد یک شرط بر مردم افغانستان قابل قبول نیست. هفته پیش رئیس پیشین دفتر طالبان در قطر با اجیر خواندن ارتش افغانستان افزود که پس از به نتیجه رسیدن گفتگوهای سال تمامی نهادهای لشکری و کشوری باید از سر ساخته شوند. اما رئیس جمهور غنی این گفته ها را واهی دانست و گفت کسانی که حتی اختیار سفر کردن خودشان را به بیرون از پاکستان ندارند نمی توانند نیروهای امنیتی افغانستان را به فروپاشی تهدید کنند. در این حال شرکت کنندگان نشست مسکو میگویند که نشست از بهر تضعیف نظام افغانستان نیست و در واقع ادامه تلاش های زلمه خلیلزاد خواهد بود. این شرکت کنندگان میگویند که در این نشست آجندای مشخص وجود ندارد و بیشتر کوشیده خواهد شد تا به طالبان فهمانده شود که در روند گفتگوهای صلح دستاوردهای سالهای پسین باید حفظ شوند. قرار است این نشست فردا در مسکو برگزار شود. شریف امیری گزارش میدهد. نخستین بار خواهد بود که نمایندگان طالبان به روز سه‌شنبه با برخی از سیاستگران افغانستان در نشست مسکو گفتگو میکنند. شرکت کنندگان این نشست میپذیرند که حکومت روسیه در سازماندهی این نشست نقش بنیادین را دارد، اما تاکید میورزند که نشست مسکو بخش از تلاش های صلح است تا طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان حاضر شوند. به هیچ صورت این مذاکرات به ضد کدام جهت نیست، نه این هدفش تضعیف نظام است و نه هم تضعیف حرکت صلحی که آقای خلیلزاد برای انداخته، بلکه تاکید بر این است که این مذاکرات باید مکمل تلاش هایی باشه که آقای خلیلزاد برای تامین صلح در افغانستان برای انداخته. در این نشست نزدیک به 70 تن شرکت میکنند و بحث ها بیشتر آزاد خواهند بود و هر شرکت کننده با پیام های در این نشست می روند. طالبان تزما پیغام داده چه دا زل به دیر پلوڑا کچه افغان سیاستوال چه پولس کلونو که دل تپات سوی دی پلوڑو چوکیو باندی چه طالبان او امدغا کسان دی خبرو پا وقت باندی نرمش وشهی یو بل وزغمی انعطاف وکړي ترسو د افغانستان حل لار پیدا کړي او د قدرت هرس هیڅ طرف ونه کړي. در این نشست سه زن نیز شرکت میکنند و نخستین بار خواهد بود که زنان کشور هم به گونه مستقیم پیام هایشان را به طالبان میرسانند. من میخواهیم بگم زن خواهر و مادر شمای طالبان هم قربانی بوده. در این سو من یک زن عادی، یک زن، یک مادری که بچه از او یا همسر از او مثلا پلیس بوده، نظامی بوده، او هم قربانی بوده. حکومت افغانستان به این باور است که نشست مسکو گره کور صلح افغانستان را باز نمی کند. نشست مسکو در تضاد با نشست های دوحه که طالبا با نماینده ویژه امریکا دکتر زلمه خلیزاد نشست کرده بودن می باشد، بخاطر که دکتر زلمه خلیزاد یک راپوردهی با حکومت افغانستان داره، ولی در نشست مسکو هیچ حکومت دخیل نمی باشه و هیچ حکومت از حکومت دعوت به عمل نامده و یا و هیچ راه هیچ برنامه نیست که پس دوباره کسایی که برگشت میکنن از نشست مسکو بین با حکومت کابل و حکومت افغانستان مشوره کنند. نشست مسکو قرار است دو روز ادامه یابد. طالبان هم در اعلامیه گفتند که در این نشست یک هیئت 10 نفری این گروه به ریاست عباس استانگزی شرکت خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا بر حفظ استخبارات این کشور در افغانستان تاکید می‌آورد. دونالد ترامپ میگوید که نیروهای آمریکایی طالبان را به شدت کوبیدند و اکنون این گروه از جنگ خسته شده است. آقای ترامپ در گفتگویی با تلویزیون سی بی سی آمریکا یک بار دیگر از بعد درازا کشیده شدن جنگ آمریکا در افغانستان ابراز ناخوشنودی میکند و میگوید که زمان صلح فرا رسیده است و باید دید که طالبان چی میکنند. به گفته وی این جنگ بی پایان باید پایان یابد. رئیس جمهور ترامپ یک بار دیگر بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تاکید می‌ورزد. آقای ترامپ در گفتگو با تلویزیون سی بی اس آمریکا می‌گوید که واشنگتن می‌تواند در افغانستان بیشتر بر امور استخباراتی تکیه نماید.
من استخبارات را در آنجا نگه خواهم داشت، استخبارات واقعی را، و اگر دیدیم لانه های هراس افغانان شکل می گیرند، من کار درباره آن خواهم کرد. ترامپ می افزاید که ایالات متحده در حال گفتگو با طالبان است، زیرا به گفته او همه به شمول طالبان از جنگ طولانی در افغانستان خسته شدند. ما 19 سال آنجا بوده ایم. ما مبارزه جدی میکنیم، خیلی جدیتر از گذشته. فکر میکنم طالبان نیز خسته شدند. فکر میکنم همه خسته شدند. با این حال، رهبر حزب مردم پاکستان برای پایان دادن جنگ در افغانستان بر نقش برجسته این کشور در گفتگوهای صلح تاکید می‌ورزد. روند صلح باید بر روند و مالکیت افغان ها باشد. در حال حاضر نقش حکومت افغانستان در این روند بسیار جزئی است. حکومت افغانستان نیز تاکید می‌ورزد تا زمانی که طالبان با کابل وارد گفتگو نشوند، زمینه به امضای یک توافق جامع صلح با این گروه فراهم نخواهد شد. اسلام یفتلی، یکی از نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان ایالت بدخشان، معاونان کمیسیون های انتخاباتی را به فساد متهم می سازد. آقای یفتلی با نشان دادن پیام های تلفنی ادعا دارد که پس از اعلام نتایج نخستین و در پایان بازشماری آرا، معاونان کمیسیون های انتخاباتی به او پیام دادند که برنده نهایی است. وی می افزاید که دو تن از کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی از او پول خواستند و هنگامی که پیام رد گرفتند او را ناکام اعلام کردند، اما کمیسیون های انتخاباتی خود آقای یفتلی را متهم می سازند که در همکاری با رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی بدخشان دست به تقلب زده است. مسعود انصار گزارش می دهد. مبارک مرد مبارز و جوان شجاع، خداوند توان و توفیق خدمت برایتان عنایت فرماید. اسلام یفتلی، یکی از نامزدان معترض از ولایت بدخشان، ادعا دارد که حمیرا حقمل و معاذ‌الله دولتی، دو تن از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، با فرستادن پیام‌های تلفنی پیروزی او را در انتخابات مجلس نمایندگان تبریک گفته بودند، اما سرانجام نامش در فهرست برندگان جا داده نشد. مکمل نتیجه نیایی را ملغا قرار دادن، بجاش نتیجه ابتدایی را اعلان کردن. حالا ما کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات اردش ظلم کرده. سلامت باشین برادر عزیز، درست است، انشاءالله فردا شب بین ساعت 9 و 10 شب میبینیم. آقای یفتلی پیام شنیداری منصوب به حفیظ الله هاشمی، یکی از کمیشنران، را با خودش دارد و ادعا میکند که او از وی پول خواسته بود تا نامزد پیروز اعلام گردد. به اتهام است، به بنیاد میگه، و اگر تو کدام چیز داشته باشه برای به ارگان عدلی و قضایی معذر هستم که برون پاسخ بده. فایزم مرا گفت که کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات یک مقدار مصرف داره. عبدالبصیر فایز، کمیشنر کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی که او نیز از سوی آقای یفتلی به خواستن پول متهم است، حاضر به گفتگو نشد. اما معاون کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی فرستادن پیام های تبریکی را به یفتلی تایید می کند و می افزاید که در آخرین مرحله دریافتند که آقای یفتلی به سود خودش در انتخابات تقلب کرده بود. دست خورد و دست برد که صورت گرفته در نتایج بوده و عاملین از او هم خوشبختانه که شناسایی شد تا یک حد. ما تشخیص دادیم که امو وظیفه خود کمیسیون شکایات است که او دو کمیشنر کمیسیون ولایتی ولایت بدخشان امرای عامر دارالانشایشان بوده، اونا را ما امروز به رسمن به سارانوالی معرفی کردیم. اما رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی بدخشان چنین میگوید: هر به اصطلاح خرابی که شده در دفتر مرکزی شده و یا به این شکل میخواین که به اصطلاح خرابی خود سر دفتر ولایتی پاک کنم. ما جوابگوی تمام اسناد که از دفتر ولایتی به کمیسیون مرکزی انتقال داده شده، ما جوابگوی از او هستم. اکنون آقای اسلام یفتلی از نهادهای عدلی و قضایی کشور میخواهد که برای بررسی پرونده اش هیئتی را بگمارد. صدها تن در کابل و شمار از ولایت‌های دیگر کشور برای آرمان لون، یکی از رهبران جنبش حفاظت پشتون‌ها، نماز جنازه غیابی خواندند. شمار شهروندان کشور در کابل در گرد همایی در پشتیبانی از این جنبش شعار دادند. اعضای این جنبش ادعا دارند که آرمان لون به روز شنبه در ایالت بلوچستان از سوی پلیس پاکستان به قتل رسید. مرگ بر پاکستان، مرگ ده پاکستان پر ایسای. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید.
ادامه خبرها است طلو و طلو نیوز. جمهور آمریکا میگوید که بخش از نیروهای آمریکایی را در عراق نگه می‌دارد تا بر ایران نظارت کند و میگوید که آمریکا قصد حمله را بر ایران ندارد اما می‌خواهد که این کشور زیر نظر باشد. در همین حال جمهور عراق میگوید که دونالد ترامپ برای نظارت بر ایران از بغداد اجازه نگرفته است و آمریکا باید شمار نیروها و شرایط حضور آنان را در عراق با حکومت این کشور در میان بگذارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگوی با شبکه سی بی اس می گوید که یکی از علتهای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق نظارت بر ایران است. ما پولهای هنگفتی را برای ساختن یک پایگاه فوق‌العاده در عراق هزینه کرده ایم و آن را نگه می داریم. یکی از علتهایی که می خواهیم این پایگاه را نگه دارم این است که می خواهم بر ایران نظارت داشته باشیم، زیرا ایران یک مشکل واقعی است. ترامپ می گوید که با تمامی ارزیابی های نهادهای استخباراتی آمریکا درباره ایران موافق نیست. ایران یک کشور شرور است که مردمان بسیاری را می کشد. اما بر همساله رئیس جمهور عراق در واکنش در برابر سخنان ترامپ می گوید دونالد ترامپ برای نظارت بر ایران از پایگاهش در عراق از ما اجازه نگرفته است. بار مشکلات خودتان را بر شانه های عراق نیندازید. آمریکا یک قدرت بزرگ است اما اولویت های سیاسی خودتان را دنبال نکنید. در اینجا زندگی می کنیم. منفعت بنیادین عراق این است که با ایران و کشورهای دیگر همسایه‌اش روابط خوب داشته باشد. یکی از اختلافهای دونالد ترامپ با ایران برنامه موشکی ایران است. ایران که می گوید درباره این برنامه ها با آمریکا گفتگو نمی کند، دو روز پیش از آزمایش یک موشک تازه میان برد خبر داد. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. جشنواره برفی در شهر ساروپوی ژاپن برگزار شده است. در این جشنواره برفی تندیس‌های گوناگون از سوی 200 تندیس‌ساز ساخته شدند. بیش از 2 میلیون تن در این جشنواره شرکت خواهند کرد. باران‌های بی‌پیشینه و رها شدن آب یک بند در استرالیا بخش‌های از شهر تونزول را در ایالت کوینزلند زیر آب فرو برده است. مقام‌های محلی مجبور شدند که برای جلوگیری از شکستن این بند مقداری از آب آن را در شهر رها کنند و در نتیجه آن بیش از 500 خانه ویران شدند و 10,000 خانه دیگر به برق دسترسی ندارند. در ادامه بحران سیاسی در ونزوئلا، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مداخله نظامی کشورش را در ونزوئلا یکی از گزینه‌ها می‌داند، اما روسیه از هر گونه مداخله ویرانگرانه در ونزوئلا هشدار داده است. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می‌شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. رئیس جمهور غنی در کنار ایجاد دهلیس‌های هوایی در کشور بر ایجاد دهلیس‌های زمینی و افزایش صادرات کشور از راه دهلیس‌های زمینی کشور تاکید دارد. رئیس جمهور غنی در نشست پیشرفت کار دهلیس‌های هوایی کشور از سرمایه گذاران می‌خواهد که برای معیاری شدن بسته‌بندی فرآورده‌ها نیز کار کنند. از سوی هم در این نشست مشاور رئیس جمهور در امور مالی و بانکی می‌گوید که از آغاز روند ایجاد دهلیس‌های هوایی تا کنون در 450 پرواز در حدود 6,000 تن کالاهای کشور به بازارهای خارجی صادر شدند. زبی جهانمل گزارش می‌دهد. رئیس جمهور غنی با کار شدن دهلیس‌های هوایی و افزایش صادرات کشور را برای خود به زندگی اقتصادی کشور مهم می‌داند و می‌گوید که افغانستان در درازمدت به کمک‌های خارجی وابسته نخواهد بود. وی می‌گوید که اکنون نیاز است روی زنجیره ارزشی فراورده های کشور کار شود. این کوریدور هوایی نمونه حرکت از وابستگی به خودکفایی است. زیادتر از 6,000 تن جنس افغان صادر کردم و زیادتر از 120 میلیون دلار فایده داده شده برای تاجر افغان. از سوی اتاق تجارت و صنایع میگوید که اکنون هم مشکلات در گمرک های میدان های هوایی کشور فرا راه آنان وجود دارند.
نن منګه په زرونو ټنه جلغوزی خالی په نیم کال کې لیګلی دی هلته. در امین المسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان میگویند که با بکار شدن دهلیس‌های هوایی در کشور در حال حاضر دو بانوی بازرگان قالین و میوه‌های خشک را به بازارهای بیرونی از راه این دهلیس‌ها صادر می‌کنند. به خاطر انجام دادن برنامه موفق دهلیس‌های هوایی و اقدام بسیار مهمی که افغانستان از متکی بودن به چند کشور همسایه رهایی داد. برنامه آغاز صادرات از راه دهلیس‌های هوایی که در حال حاضر به بیش از 19 کشور در جهان صورت می‌گیرد به هدف توسعه صادرات کشور به بازارهای جهانی روی دست گرفته شده است. با این هم نرخ شمار از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 74 افغانی و 90 پول، یک یورو 85 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 536 افغانی. خبرهای ورزشی را صابر پیرزاد تقدیمتان میکرد. خواهی پیرزاد خوش آمده. سپاس. خبرهای ورزشی هم لحظات بعدی. خوش آمده در رقابت‌های حرفه‌ای مجتنی سازمان IBC که شب گذشته در هند برگزار شد. علاداد رحیمی ستاره برحال مجتنی کشور شوبام شرما را شکست. علاداد رحیمی قهرمان رشته مجتنی کشور نزدیک به 7 سال است که پیراهن تیم ملی مجتنی را بر تن دارد. برد کرکت کشور تمامی بازیکنان تیم های ملی کرکت را که در لیگ برتر کرکت بنگلادش از سوی تیم های مختلف به امتیاز خریداری شده بود به اردوگاه تمریناتی هند دعوت کرده است. هدف از انجام این اردوگاه تمریناتی انتخاب چهره های برتر به ترکیب تیم ملی کرکت کشور برای رویارویی با تیم ملی آیرلند گفته شده است. قرار است میل پوشان کشور در 3 دیدار 20 اوره، 5 دیدار یک روزه و 1 دیدار 5 روزه در هند میزبان تیم ملی آیرلند در ماه روان میلادی باشد. هواپیمای حامل امیلیانو سالا پیدا شد. هواپیمای حامل امیلیانو سالا مهاجم 28 ساله ارجنتینی در سواحل انگلستان یافت شده است. هواپیمای حامل سالا که این بازیکن را به ولز می‌برد در روز 22 جنوری همین سال میلادی ناپدید شد. منچستر سیتی موفق شد با ارائه نمایش برتر 3-1 آرسنال را مغلوب کند. سیتی زنها با هتریک سرخیو آگویرو موفق شد 3-1 برابر آرسنال به پیروزی رسیده و با یک بازی بیشتر به دو امتیازی لیورپول برسند. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان و جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه ترین خبرها با شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 11 رو بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.